وعلى المكشوف، ويمكن هيك شيء بالعالم كله ما في، انه واحد يطلع علنا وشفاف وصادق وبيقول للعالم كله نحن يا خيي على راس السطح، موازنة حزب الله ومعاشاته ومصاريفه وأكله وشربه وسلاحه وصواريخه من الجمهورية الإسلامية في إيران. تمام؟ ما حدا له علاقة بهذا الموضوع. طالما بإيران في فلوس يعني نحن في عنا فلوس. هتكون شفافية أكثر من هيك. حسن نصرالله بایدم چنین ریشخندی به دوربین تحویل دهد. بودجه های کلان جمهوری اسلامی که به جیب حزب الله سرازیر است، در حقیقت همان سرمایه است که به جای رفاه مردم ایران صرف ماجراجویی ولایت فقیه می شود. ترند اول این روزها که موضوعش خرید واکسن کروناست، پارادوکس رفتار حاکمیت ایران را با بودجه‌ای که در اختیار دارد نشان می دهد. داستان از اینجا آغاز می شود که خامنه ای برای تولید واکسن یا تهیه آن دستور اختصاص بودجه را صادر کرد. اگر فرض بر این باشد که برای تولید هر دوز واکسن 15 دلار هزینه لازم است، با یک حساب سرانگشتی باید گفت 80 میلیون ایرانی رقمی بالغ بر 1,200,000,000 دلار بودجه نیاز دارند تا از شر این بیماری مهلک موقتاً خلاص شوند. مبلغ مورد نظر به ستاد اجرایی فرمان امام تعلق گرفت تا تصمیم این ستاد برای خرید یا تولید واکسن فاز عملیاتی بگیرد. این یعنی دست در جیب ملت کردن و دوباره ریختن پولی کلان به بهانه قانونی به جیب ولایت مطلقه فقیه. گفتار متناقض روحانی و وزیر بهداشت و دیگر مسئولین ریز و درشت نظام اسلامی درباره تهیه واکسن هم این روزها تبدیل به طنز تلخ دیگری شده تا مردم عمیقاً از عملکرد دروغین حاکمیت ایران به تنگ بیایند و ناچار به اعتراض در فضای مجازی شوند. اما نقطه اوج داستان در اینجاست که رهبر فقید و فرزانه نظام آیا قادر به هزینه این مبلغ برای سلامت مردم ایران هست یا خیر؟ ظاهراً پاسخ روشن است. خیر. وقتی حسن نصرالله و کتائب حزب الله و هشت شعبی و حوثی‌های یمن نیاز به حقوق ماهیانه دارند، سلامت مردم ایران چه ارزشی دارد؟ تحریم و فشار جهانی FATF، سازمانی که بر پولشویی در جهان نظارت دارد، عرصه را بر آقایان تنگ کرده تا پولهای اینچنین را هرگز به مردم ایران اختصاص ندهند. شرکت‌های فایزر و مدرنا تولید و ارسال واکسن به تمام نقاط جهان را آغاز کردند و ایران چشم به راه ستاد اجرایی فرمان امام است. ستادی که با دیدن چهره و تحصیلات مسئول آن باید دور سلامتی ملت ایران را خط کشید و متوسل شد به دعای ظهر عاشورا و امن یجیب. اعتراض 167 داروساز برجسته ایرانی به دروغ و اغراق‌آمیز بودن تولید واکسن داخلی برگ دیگری از ناامیدی را در دل ملت ورق می زند. واکسن چینی هم هنوز تاییدیه سازمان جهانی بهداشت را اخذ نکرده، اما مسئولین اصرار به استفاده از آن را دارند. سر آقا به سلامت باشد. مردم بهتر از برای تعادل در رفتار نظام درخواست دیگری بکنند. واکسن چینی یا تولید خیالی داخلی را هنگام آغاز واکسیناسیون لطفاً برای تست اولیه انسانی به نمایندگان محترم مجلس تزریق بفرمایند. مگر نه اینکه اینها نمایندگان ملت هستند و مجلس هم خانه ملت تلقی می شود. چه موجوداتی بهتر از نمایندگان مجلس که تغذیه و زندگی نرمالی دارند و از حیث جسمی به یقین از مردم فقیر بیچاره ایران سالم ترند؟ واکسن چینی 4 دلاری و نمونه آینده داخلی، نگوییم جنس روسی، بهترین گزینه هاین برای ملت. ستاد اجرایی فرمان امام هم چشم به دستور حضرت آقا
مابقی پول را صرف سلامتی حسن نصرالله و امثال ایشان بفرمایند تا مگر اسلام و هلال شیعه به خطر نیفتند، بلکه سر حسن نصرالله به سلامت باشد.